سلام و وقتتان بخیر بینندگان عزیز، به یک برنامه تازه خبری از چینل دری میدیا خوش آمدید. شکریه بارگزای در تازه ترین گفته هایش خواهان ایجاد حکومت شده است که در آن یهودی ها، هندوها و سکه های افغانستان نیز بتوانند رئیس جمهور شوند. در همین حال از پروان خبر می رسد که یک بیماری به شدت وحشتناک در این ولایت شیوع پیدا کرده و مردم را شدیداً نگران کرده است. همچنین از پاکستان نیز خبر می رسد که انفجاری در کویته رخ داده است. در همین حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی خواهان اشتراک طالبان در نشست اقتصادی در روسیه شده است. از سوی هم از لبنان خبر می رسد که در اثر حملات شدید اسرائیل 569 تن کشته و 5000 تن دیگر زخمی شدند. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن و جهت حمایت از ما، لطفاً ویدیو را لایک نموده و چینل ما را سابسکرایب کنید. مقامات محلی امارت اسلامی در پروان از شیوع یک بیماری ناشناخته و به شدت قابل انتقال در دره غوربند از مربوطات این ولایت خبر می دهند. حکمت الله شمیم سخنگوی والی امارت اسلامی در پروان روز چهارشنبه چهارم میزان گفته است که طی 24 ساعت گذشته دست کم 500 تن در دره کفشان از مربوطات ولسوالی شینواری ولایت پروان به این بیماری مبتلا شدند. 15 نفر پرده ناروغی مبتلا شویدی چی در 50 نفر رو صحی وضعیت وخیم دی. این مقام محلی طالبان افزوده است که در اثر این بیماری تا کنون 2 تن جان باخته و وضعیت صحی 50 تن دیگر نیز وخیم گزارش شده است. دکتران مستقر در شفاخانه های ولایت پروان می گویند که افراد مبتلا به این بیماری از ضعف عمومی جسمی، درد شدید دست و پا، اسهال شدید و تب بالا رنج می برند. منابع مردمی از پروان می گویند که رقم بیماران در حال افزایش است و هر لحظه بر تعداد آنان افزوده می شود. مردم منطقه خواستار کمک های فوری نهادهای بین المللی به ویژه سازمان صحی جهان هستند و می گویند که هرچه عاجل باید این نهادها دست به کار شوند و از تلفات بیشتر مردم و شیوع مرضی جلوگیری گردد. همزمان با این وزارت صحت لبنان اعلان کرده است که شمار کشته شدگان حملات اسرائیل بر بخش های مختلف لبنان به 569 تن افزایش یافته است. خبرگزاری الجزیره به نقل از وزیر صحت لبنان روز چهارشنبه 25 سپتامبر گزارش داده است که در میان کشته شدگان 50 کودک و 94 زن شامل هستند. این مقام لبنانی علاوه کرده است که طی 2 روز گذشته نزدیک به 5000 تن در پی حملات شدید و گسترده اسرائیل زخمی شدند. در همین حال آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران در تازه ترین سخنانش در مورد جنگ حزب الله و اسرائیل گفته است که سرانجام و در این جنگ حزب الله پیروز خواهد شد. وی افزوده است که اسرائیل از پول و سلاح و تبلیغات جهانی برخوردار است و طرف مقابل یعنی مؤمنین و مجاهدین اینها را ندارد، ولی در نهایت کسی که پیروز می شود طرف مجاهد در راه خدا است. عشری از اعشار اون امکانات هم ندارن، اما در این حال اون کسی که پیروز است طرف مجاهد فی سبیل الله هست. همچنین رسانه های پاکستان گزارش دادند که دست کم 12 نفر شامل 2 پلیس روز چهارشنبه 25 سپتامبر بر اثر انفجار بمب در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان زخمی شدند. پلیس پاکستان گفته است که یک موتر پلیس هدف انفجار قرار گرفته و بمب در یک موتر سایکل جاسازی شده بود. وزیر اعلای بلوچستان این حمله را محکوم کرده و گفته است که تروریست ها به دست عدالت سپرده خواهند شد. همزمان با این آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد روز گذشته 24 سپتامبر در حاشیه 79 مجمع عمومی سازمان ملل با شهباز شریف نخست وزیر پاکستان درباره مسائل منطقه‌ای به ویژه وضعیت افغانستان گفتگو کرده است.
منابع نزدیک به این افراد گفتگوی دو جانبه را تایید کرده، اما جزئیات بیشتری در این مورد نداده است. در همین حال و به دنبال انتشار گزارش‌ها مبنی بر درخواست امارت اسلامی مبنی بر اشتراک در نشست سازمان بریکس، ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان آن را تایید کرده است. با گفته مجاهد، طالبان می خواهد تا در این نشست روی مسائل اقتصادی با کشورها گفتگو کند. کشورهای مهم اقتصادی در اونجا شرکت میکنند. افغانستان هم خواسته که از لحاظ اقتصادی اونجا باشه تا موضوعات اقتصادی افغانستان که با منطقه و کشورها بسته است. امارت اسلامی مدعی است که آنان در تلاشند تا وضعیت اقتصادی افغانستان را بهبود بخشیده و چالش‌های مردم را حل و فصل نمایند. همچنین یک باشنده ولایت ننگرهار هنگام آب‌بازی در دریای کوکچه بدخشان غرق گردیده و جان باخته است. حکمت الله محمدی، آمر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در بدخشان، گفته است که این رویداد بعد از ظهر روز گذشته سه‌شنبه 24 سپتامبر رخ داده است. با گفته آقای محمدی، این جوان عبدالرحمن نام داشته و دانشجوی سال اول دانشکده اقتصاد دانشگاه بدخشان بوده است. از سوی هم شکریه بارک زین، نماینده پیشین در پارلمان افغانستان، در تازه ترین سخنانش گفته است که در افغانستان باید یهودی و سک هم بتواند رئیس جمهور شود. یاد تو امو یهودم اگر به افغانستان برگرده حق داشته باشه برای کرسی ریاست جمهوری و مجلس ملی افغانستان کاندیدا بشه. وی افزوده است که یهودی ها، هندو و سکه های افغانستان از سالها به این سو برای افغانستان خدمت کرده و در کشور سرمایه گذاری کردند. وی افزوده است که آنها نیز حق دارند و باید بتوانند تا در کشور به عنوان رئیس جمهور کار و فعالیت کنند. وی افزوده است که از نظر منطق انسانی نادرست است که همه مردم به شمول سکه ها و یهودی ها به افغانستان خدمت کنند، ولی تنها مسلمان ها بتوانند رئیس جمهور شوند و بقیه از این حق انسانی محروم شوند. وقتی که کسی رئیس جمهور میشه، چرا شرط مسلمان بودنش است؟ مگر ما چی زیادتر از اون هموطنهای عزیز ما داریم؟ گفتنی است که اخیراً شکریه بارکزی سخنان جنجالی و تازه‌ای را مطرح کرده است. او علاوه بر این موضوعات گفته است که نه احمد شاه مسعود و نه ملا عمر قهرمان ملی او نیستند. وی افزوده است که قهرمان ملی او امان الله خان می باشد و سایر افراد قهرمان ملی او نمی باشند. بر ما ملا عمر قهرمان نیست، اما احمد شاه مسعود قهرمان نیست. بر ما اردوش نیست. قهرمان ما، رهبر ما، غازی امان الله خان است. این گفته های وی شماری از هواداران احمد شاه مسعود را ناراحت کرده و آنان از این گفته ها ابراز ناراحتی کردند. دوستان عزیز، به پایان برنامه کنونی رسیدیم. از اینکه تا این دم با ما همراه بودید سپاس گذاریم. تا برنامه های بعدی، الله یار و نگهدارتان باد.